عزیزان بیننده تلویزیون پرتو، درود بر شما. پدرام نواندیش هستم، به همراه همکارانم برنامه نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران را به شما تقدیم میکنم. خسته نباشید میگم به شما کارگران و زحمتکشانی که همکنون علی‌رغم خستگی ناشی از کار و تلاش روزانه به دیدن برنامه خودتان نشستید. هرچقدر به پایان سال نزدیک میشویم، تلاش کمپ سرمایه‌داران و دولت اسلامی آنها برای تحمیل حداقل دستمزدی که قراره از کانال شورای عالی تعیین دستمزد رژیم بیرون بیاد بیشتر میشه. اخبار این حرکت‌ها طی هفته‌های گذشته به اطلاع شما رسوندیم. مطمئناً روزهای آینده هم شاهد تشدید این تلاش‌ها از سوی سرمایه‌داران و دولت اسلامی آنها خواهیم بود. همونطور که شما میلیون‌ها کارگر و توده کارکن جامعه مبارزه برای تحقق حداقل دستمزد به میزان 2 میلیون تومان در ماه برای سال 93 را گسترش می‌دهید، در این ارتباط فعالین کارگری در بند زندان‌های رژیم اسلامی نیز فراخوان دادند که نباید به دستمزدهای زیر 2 میلیون تومان تن داد. در مقابل مبارزات به حق شما و فراخوان کارگران زندانی، رژیم اسلامی سرمایه‌داران فعالیت پادوهای خودشو در میدیای حماقت اسلامی برجسته‌تر از قبل به نمایش درآورده. تلاش پادوهای رژیم در تشکل‌های دولت ساخته‌ای مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال 93 با اظهارات هوشنگ درویشی عضو شورای عالی تعیین دستمزد که گفت نباید به کارفرمایان برای افزایش دستمزد فشار آورد آغاز شد. این تلاش‌ها در رسانه‌های رژیم علاوه بر به نمایش درآوردن شو تلویزیونی مناظره بر سر تعیین حداقل مزد سال 93 همچنین به صورت اظهار نظرهای عناصر رژیم و پادوهای اونها ادامه پیدا کرده. روز یک شنبه اسماعیل حق‌پرستی دبیر خانه کارگر تهران در تازه ترین اظهار نظر خود در این رابطه، یعنی تعیین دستمزد سال 93، گفتش که تجمیع عقب افتادگی های مزد کارگران طی سالهای گذشته به نقطه ای رسیده که اگر امسال دستمزد کارگران حتی 100% هم افزایش پیدا بکنه تازه به نقطه برابر با تورم رسیده. اگر خوشبینانه هم به این اظهار نظر توجه کنیم، باز هم دستمزد سال 93 مبلغ 975 هزار تومان میشه و با مبلغ 2 میلیون تومان درخواست کارگران، یعنی 1 میلیون و 25 هزار تومان فاصله داره. در واقع تلاش اسماعیل حق‌پرستی بر این تمرکز داره که توجه عموم کارگران و مردم تهیدست جامعه رو از خط فقری که قراره توسط خود همین آقایون در ماهای گذشته و در بهبوهه جدال درون حکومتی مبلغی تا 1 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده بود منحرف کنه. اسماعیل حق‌پرستی و دوستانش در خانه کارگر میخواهند به جای آنکه دستمزدها تا 2 میلیون تومان افزایش پیدا بکنه، افزایش دستمزدها را به حد نرخ تورم اسمی که توسط بانک مرکزی حکومت اسلامی اعلام میشه محدود کنند. این روزها بانک مرکزی تلاش میکنه که نرخ تورم رو لاغر روی کاغذ به صورت غیر واقعی کمتر نشون بده. این اظهار نظرها از سوی افرادی همانند اسماعیل حق‌پرستی در این حال بیانی از تقابل پادوهای رژیم اسلامی با فراخوان کارگران زندانی در قبول نکردن دستمزد زیر 2 میلیون تومان از سوی کارگران است. مجموعه تلاش‌های تاکنونی تشکل‌های دولت ساخته‌ای همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی دولتی و عناصر قرار گرفته در رأس این تشکل‌ها بی ربطیشون رو به مبارزات کارگران، به شما کارگران و توده‌های کارکن جامعه رو به نمایش گذاشته. خبر بعدی همسویی مشترک کارفرمایان و مسئولین رژیم اسلامی اونها در امتداد سرکوب و خفه کردن اعتراضات گسترده کارگران به قدمت 35 سال عمر سیاه جمهوری اسلامیه.
طی ماها و روزهای گذشته سیاست ارعاب و بازداشت کارگران معترض در کارخانجات و معادن از سوی رژیم جنایتکار اسلامی تشدید شده. در همین رابطه روز دوشنبه 14 بهمن ماه عنصر جانی و آدمکش حکومت اسلامی یعنی محسنی اژه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا به خط و نشان کشیدن برای کارگران دست زد و اعلام کرد که با اعتراضات کارگری برخورد جدی خواهند کرد. اظهارات محسنی اژه‌ای در واقع بیانی از عجز و ناتوانی مدیران کارخونه ها و رژیم اسلامیشون در برابر اعتراضات گسترده شما کارگران در سراسر ایرانه. این اعتراضات گلوی کارفرماها و رژیم اسلامیشون رو چنان به هم فشرده که عناصر جنایتکاری چون محسنی اژه‌ای رو به واکنش کشونده. واکنش محسنی اژه‌ای درست در امتداد واکنش سرمایه‌داران و مدیران کارخانجاتی است که در اونها اعتراضات کارگری صورت گرفته و این اعتراضات همکنون ادامه داره. ما از همین برنامه در تاریخ 18 دی ماه اطلاعیه تهدیدآمیز مدیران کارخانه پلی اکریل اصفهان رو به اطلاع شما عزیزان رسوندیم. در اون اطلاعیه کارگران معترض رو تهدید به اخراج و دستگیری کرده بودن. همان اطلاعیه و اظهارات محسنی اژه‌ای بیانگر موقعیت به شدت ضعیف شده کارفرماها و رژیمشون در به دنبال اعتراضات کارگران و ترسشون از ادامه اعتراضات کارگران و سرایت این اعتراضات به دیگر صنایع و کارخانه ها در ایران هستش. بشنوید خبری از کارگران پارس جنوبی. رژیم اسلامی 35 سال گذشته رو با انواع ترفندها و بکارگیری ابزارهای سرکوب حاکمیت جنایتکارانه و سیاه خودش رو تداوم بخشیده. سرمایه‌داران تحت حمایت این نظام غارتگر که همکنون اغلب کار به دستان رژیم هم در ردیف بزرگترین سرمایه‌داران هم هستند با تأسی از حکومت وحشیانه ترین شیوه های غارت کارگرانی که ماها در کارخانجات و صنایع کار میکنند را برای کسب ثروت های افسانه‌ای به کار میگیرند. از جمله آنها اخراج کارگران و کارکنانیه که چندین سال در کارخونه ها کار کردند بدون اینکه دستمزدهای چند ماهه و دیگر حقوق کارگران رو بپردازند. تازه ترین مورد از این دست اخراج گسترده و فرستادن مرخصی اجباری بدون دستمزد کارگران فازهای 17 و 18 پارس جنوبیه. شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با نام‌های محورسازان، تناوب، جهان پارس و چند شرکت انگلی و واسطه‌ای دیگر از این نوع با بهانه واریز نشدن مطالباتشون از سوی کارفرمای اصلی شمار زیادی از کارگران پیمانی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی رو از کار اخراج کرده و یا به مرخصی اجباری بدون دستمزد فرستادند. عزیزان به این نکته توجه کنید که با توجه به این که 4000 نفر کارگر شاغل در دو فاز 17 و 18 پارس جنوبی هستند، سرمایه داران در ماهای پایانی سال اقدام به اخراج کارگران و یا فرستادن اجباری به مرخصی میکنند تا ایدی و پاداش آخر سال را به کارگران نپردازند و به این ترتیب در ابتدای سال بعد کارگرانی رو به استخدام در خواهند آورد و آن کارگران را مشمول افزایش دستمزد و سنوات هم نمی کنند. دیگر اینکه به دنبال اعتصاب گسترده کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در اردکانی است که حتی رسانه‌های رژیم هم نتونستند اونو پنهان کنند، طی روزهای گذشته تعداد 28 نفر کارگر اعتصابی در این معدن از سوی مراکز امنیتی رژیم اسلامی دستگیر شدند.
در همین ارتباط سندیکای کارگران شرکت واحد تهران با صدور اطلاعیه‌ای همبستگی خودش را با کارگران دستگیر شده اعلام کرد. در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه آمده است سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که خود برای حق طلبی کارگری و حق آزادی های سندیکایی بهای سنگینی و همچون زندان اخراج تعقیب و تنبیه اعضای خود را پرداخت کرده ضمن همبستگی با دادخواهی این کارگران دستگیری کارگران معدن چادرملو را شدیداً محکوم کرده و ضمن آن که خواستار آزادی فوری کارگران بازداشت شده معدن چادرملو شده است خواستار تلاش سازمان جهانی کار و سندیکاهای کارگری برای آزادی این کارگران شده است. عزیزان بیننده از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. برای ما اخبار، نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس tvparto@gmail.com ارسال کنید. به امید برقراری یک جامعه آزاد، برابر و مرفه و انسانی.